خب دوستان سلام، این پمپ باد شیائومی الان امروز به دست من رسید. چند تا نکته که خیلی مهم بود، من خیلی خودم دنبالش گشتم توی کامنت ها. یکی این بود که والف فرانسوی، در واقع اون سوزن فرانسوی برای دوچرخه رو ساپورت میکنه چون یه تبدیل داره. و اینکه مسئله دیگه اینه که این دستگاه یه سری نکاتی داره که باید رعایت بشه، وگرنه ممکنه آسیب بزنه به شما یا بچه ها. باید حتما دفترچش خوب خونده بشه، چون انگلیسی هستش. من یه سری نکات رو اینجا میگم. یکی این که حتما باید توسط افراد بالای 16 سال استفاده بشه، تو دفترچه نوشته شده. صدای زیادی به نسبت تولید میکنه، حدود 80 دسیبل، در واقع کمتر از 80 دسیبل، که به گوش آسیب میزنه. باید در واقع از این گوشی ها گذاشته بشه، گوشی کوچولو ها خوبه. و اینکه این در واقع کناره ها که میبینید سوراخ سوراخ هست، فقط برای کشیدن هوا نیست. اینا یه بخشیش هم به خاطر این هستش که حرارتی که تولید میشه از اینجا خارج بشه. و حتما باید حواستون باشه بعد از کار کردن خیلی ممکنه داغ بشه، هم خود شلنگ هم این کناره ها. و حتما باید اجازه بدین که خنک بشه و دست نزنیم بهش، ممکنه که آسیب بزنه. دیگه یه سری مسئله دیگه هست در مورد این قسمت، اون والف در واقع پرستا بهش میگن، والف فرانسوی برای دوچرخه ها. و مسئله دیگه ای که دیدم به خاطرم بیاد، در واقع یکی این هستش که از چارجر در واقع USB مینی USB استفاده میکنه که 5 ولت و 2 آمپر پیشنهاد داده، که توی در واقع جعبه نیست، باید خودتون جداگانه در واقع استفاده کنید. بعد در مورد دمایی که در واقع توی اون شما باد میزنید مهمه، باید توی تقریبا دمای مثلا 25 درجه اگر باد بزنید حدود نیم ساعت این پمپ کار میکنه، ولی اگه مثلا توی دمای بیشتر باشه یا شرایط متفاوت باشه ممکنه که عمر باتری فرق بکنه. به خاطر باتریش دمای نگهداریش هم باید در واقع بیشتر از 45 درجه نباشه توی ماشین، مثلا تو آفتاب همینجور رهاش نکنید. و یه مسئله دیگه خیلی مهمه، من دیدم خیلی از دوستان میگن که تو کار تأسیسات هستن استفاده میکنن از این پمپ. این پمپ به خاطر در واقع مکانیزمی که داره امکان داره که جرقه ایجاد بکنه، و تو محیطایی که احتمال مثلا آتش سوزی یا گازهای در واقع اشتعالزا هست نباید استفاده بشه. اینا فکرم خیلی مهم بود. اگر گرفتی لطفا حتما این در واقع دفترچش رو بخونید. در مورد نگهداریش هم یه سری نکات رو گفته، از منفی 10 درجه تا 45 درجه بهتر نگهداری بشه. و در مورد باتری لیتیومی هم گفته که برای اینکه عمرش بیشتر بشه حداقل هر 3 ماه یه بار شارژش بکنید. متشکرم، امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه.